سلام به استدیوی آزادی خوش آمدید. امروز سشن به بیستم حمل 1398 تا نهم پریل 2019 هست. من جکفر احمدی میزبان شماستم. وزیر خارجه یالات متحده امریکا آمریکا گفته است هیچگونه عمل تروریستی بزدلانه مانع تلاشهایشان برای دستیابی به صلح در افغانستان نخواهد شد مایک پامپیو این را در واکنش به حمله دیروز در نزدیک پایگاه هوایی بگرام ابراز کرده است در نتیجه حمله بر کاروان موترهای حامل نیروهای آمریکایی سه سرباز و یک قراردادی آمریکایی کشته شدند مسئولیت این رویداد را گروه طالبان بدوش گرفته است. این موتر در رویداد ناوقت دیروز تخریب شده. در کنار کشته شدن چهار امریکایی سه سرباز دیگر ایالات متحده نیز زخمی شدند. غیر نظامیان هم در امان نماندند. بچه ما گم است معلوم نیست که مرده زنده است کدام جای افتاده چی شد؟ بمگذار انتحاری با استفاده از این موتر نابود شده بر کاروان موترهای نظامیان امریکایی در شمال کابل حمله کرد. شمار سربازان امریکایی که در سال 2019 در افغانستان کشته شدند به هفتن رسید. در کل از 2003 به این سو بیش از 2300 سرباز امریکایی در افغانستان جان دادند. برخی به این باورند که این حمله روی روند صلح افغانستان سایه خواهد افگند اما مایک پامپی و وزیر خارجه ایالات متحده در حساب تویتر خود نوشته که هیچ گونه عمل تروریستی بزدلانه مانعی تلاشایشان برای دستیابی به صلح نخواهد شد. گروه طالبان در حال حمله دوشنبه را انجام داد که انتظار می رود تا چند روز دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و نماینده های طالبان و بحث هایشان در مورد روند صلح افغانستان ادامه دهند خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان از خواستهای اصلی طالبان است در حال حاضر آمریکا هزار سرباز در افغانستان دارد حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز امریکا را بر رونمایی از سنترفیوژ های پیشرفته تهدید کرد او در این مورد در مراسم گشایش چند دستگاه سنترفیوژ سخن گفت یک روز پیش از این تهدید روحانی ایالات متحده امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را شامل فهرست سازمان های تروریستی خارجی ساخت شاید این توقعی که در ذهن ما هست یک مقداری با واقعیت نخواند تهدیدها و اتحام های تند و تلخ حسن روحانی بر امریکا در مراسم تجلیل از روز ملی تکنولوژی هستهی در ایران او هنگام پردبرداری از زنجیره بیستایی سنترفیوش های آی آر 6 تهدید کرد که در صورت ادامه فشار ایالات متحده بر ایران آنها سنترفیوش های پیشرفته آی آر 8 را تولید خواهند کرد او در بخش از سخنان خود گفت کسی تروریست بودن سپاه پاسداران را نخواهد پذیرفت روحانی ایالات متحده امریکا را به همکاری با گروه دولت اسلامی نیز متهم کرد اما او برای اثبات این ادعایش سند ارائه نکرد یک روز پیش از این ایالات متحده امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی شامل ساخت مایک و وزیر خارجه امریکا دیروز گفت که هدف امریکا وارد کردن حد اکثر فشار بر رژیم ایران است. مردم اسرائیل برای گزینش صدر جدیدشان امروز به پای صندوق های رایدهی رفتند. پیشبینی ها نشان می دهد که حزب موسوم به آبی سفید بر رهبری بنیگانس از حزب حاکم لیکود بر رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم فعلی اسرائیل جلوتر است اما امکان زیاد وجود دارد که نتانیاهو از طریق تشکیل یک ائتلاف در قدرت بماند بنیامین نتانیاهو قصد دارد برای پنجمین بار صدر اعظم اسرائیل شود او و همسرش سارا نتانیاهو امروز در بیت المقدس رای دادند به نظر می رسد که رقابت تنگاتنگ میان عزب آکمل کود به رهبری بنیامین نتانیاو و عزب موسوم به آبی سفید به رهبری بنگانتس نظامی سابق این کشور صورت گیرد. مرکز های رایدی هفت صبح امروز باز شدند و تا ده شب باز خواهند بود. انتظار می رود نتیجه این انتخابات امشب اعلام شود. تظاهرات علیه حاکمیت سی ساله عمر البشیر رئیس جمهور سودان در خرطوم پایتخت این کشور ادامه دارد. هنوز تاریکی بود که معترضان امروز باز هم به جادهها ریختند. نظامیان هم پیشا پیش آمادگی داشتند و برای پراگنده ساختن معترضان شلیک کردند. خرطوم پایتخت سودان با وصف شلیک نظامیان معترضان به سوی وزارت دفاع این کشور اوایل صبح برا افتادند تظاهرات کوچک در 19 دسامبر پارسال در اعتراض به بلند رفتن نرخ مواد غذایی آغاز شد و سپس گسترش یافت. مقام ها تایید کردند که در جریان این تظاهرات تا کنون 38 معترض کشته و بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. تظاهرات از شنبه به این سو شدت یافته است. وزارت داخلی سودان از کشته شدن دست کم افت محترز و زخم برداشتن 15 محترز دیگر در چهار روز اخیر خبر داده است. بر اساس گزارش ها دو نظامی هم در این جریان کشته شدند. محترزان خواهان کنار رفتن عمر البشیر رئیس جمهور سودان از قدرت هستند. او از سال 1989 به این سو بر سر قدرت است. و یک مجسمه در مصر که چند پارچه شده و صدها سال زیر زمین بوده کشف شده. این مجسمه رمسس دوم است که بیش از سه هزار سال پیش پادشاه مصر بود. مجسمه مهم است که حالا ترمیم شده. بلندی این مجسمه رمسیس دوم دوازده متر و وزنش 45 تن است. و مشهور به اکبر رمسیس پادشاهی بسیار معروف دوران فراینه مصر از 1213 تا 1279 بوده است. این مجسمه در زیر زمین از هفتاد ناحیه شکسته شده بود. دو... ترمیم این مجسمه توسط دستان مصری ها شش ماه طول کشیده است. مجسمه رمسیس دوم اینجا در ولایت سوهاج مصر کشف شده جایی که تلاش های دیگر نیز برای شناسایی و حفظ آثار باستانی ادامه دارد برنامه پایین آوردن سطح آب در این عبادتگاه و همچنان جستجوی آثار دیگر بخشی از این تلاش هاست. ممنون که خبرهای مهم امروز از استدیوی آزادی را تماشا کردید. اینها را همیشه در صفحه انترنت و فیسبوک رادیو آزادی دیده میتوانید. تا دیدار دیگر خدا نگهدار.